وحشت که مرگاور است، وحشت که دل را می ترکاند، وحشت که خشک و تر را می سوزاند، بالاخره یک روز دل خودش هم می ترکد و تن پوسیدهش در آتش وحشت مرگی ترسناک در میان زمین و آسمانی که از او نفرت دارند اتفاق می افتد. مرگ وحشت آغاز بهاری است که پروانه های باغ پس از هر پاییز بیدادگری انتظارش را دارند. مرگ وحشت. فخر و سادات در زندگی روزهای کودکی من نقش بسیار داشت و الان هم هیچ وقت چهره فخر و سادات رو فراموش نمی کنم. فخر و سادات 60 ساله بود، نحیف بود، نفس تنگ داشت، اما فخر و سادات به کودک 5 ساله ای به نام من همیشه دهنکجی میکرد. من نمیدونم که چه هیزم تری به این فخر و سادات فروخته بودم که تا چشمم به این میافتاد یه قیافه عجیب و غریبی از خودش در میورد که من وحشت زده شروع میکردم گریه کردن و با مشت میزدم به سر و صورت و شکم خودم و میرفتم به طرف مادرم که مادر، فخر و سادات داره به من دهنکجی میکنه. و فخر و سادات با قیافه حق به جانب به مادر من نگاه میکرد. به خانم اصلا شما باورتون میشه؟ و مادرم هم که البته باورش نمیشد نگاهی به بچه 5 سالش که من بودم میکرد و میگفت خفه شو، این دفعه دیگه از فخر و سادات به من شکایت دروغ نکنی ها. به هر حال این حیاتی که من توش بازی میکردم تبدیل به یک شکنجهگاهی شده بود که من اصلا نمیدونستم در اون نیمه حیات چجوری راه پیدا کنم، چون همیشه فخر و سادات نشسته بود و همیشه به من دهنکجی میکرد. 60 ساله، نحیف و بیمار بود. و من و بازی یواش یواش با هم بیگانه شدیم و من یه راست میرفتم گوشه اتاقکی و کز میکردم و با دنیای کوچکتری کنار میمدم، تا اینکه یک روز فخر السادات مرد. روزی که فخر السادات مرد من دوان دوان توی کوچه مرگ فخر السادات رو به تمام بچه های همبازی اعلام کردم. فخر السادات مرد، بچه ها بیاید. و روز دومی که دیگه فخر و سادات تو خونه نبود، من با ناباوری به اتاقش خیره شده بودم و میخواستم این واقعیت رو که دیگه دهنکجی های او در این خونه وجود نداره به راستی باور کنم. و خلاصه خونه ما حالا دیگه تا ساعت 12 شب محل بازی گرگم به هوا، قایم موشک و از این صحبت ها بود و کار افراد در بازی به جای رسید که مادرم آمد گفت فخر و سادات مرد، اما تو داری من رو به کشتن میدی از بازی. میخوام بهتون بگم در اطرافمون که نگاه بکنیم باید دعا کنیم که فخر و سادات وجود نداشته باشه و باید دعا کنیم که خدای یه دفعه ما شبیه فخر و سادات نباشیم. واقعا خدا نکنه آدم فخر و سادات بشه که مرگش باعث شادی مردمان باشه. گویند که لحظه ایست رویدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد.